درود بر تو خسرو فرهبهر عزیزم، صدای من رو داری نازنین؟ خانم عبدی، بله، درود بر شما، دارم صدا تصویر باشه. صدای شما الان هست، تصویرم دارن آماده میکنن که باشه و امیدوارم که تعطیلی خوبی رو گذرونده باشی. خسرو جان، خانم عبدی عزیز، ما 4 جولای تعطیل نیستیم در اروپا، فقط این کشور کاپیتالیستی شماست که 4 جولای برای کارگرش تعطیل میکنه. ولی بالاخره شنبه شنبه که تعطیل بودین، شنبه یک شنبه هم که همش تو برنامه شما بودیم تا ساعت 3-4 صبح صبر میکردیم نوبت خون خب دیگه وقتی که سرباز هستیم هممون باید که رعایت بکنیم و با هم باشیم. بسیار خوشحالم که در این روزها در کنار ما بودی و چقدرم دوستان دوست داشتن بینندگان ما و با شماها عزیزان همتون، با تمام شما که به نظر من شما جوانان گلهایی هستین که در این تلویزیونین و من بهتون، به تک تک شما جوانان افتخار میکنم. سپاسگزارم از شما خانم عبدی، خیلی لطف دارید. من برنامه‌تون رو که نگاه می‌کردم، نمی‌دونم برنامه دیروز منو فکر می‌کنم دوستانی که در آمریکا بودن ندیدن، به خاطر اینکه تعطیلی بود و همه در داشتن در آفتاب سبزه می‌شدن و منم یه جوکی در این باره در برنامه‌ام دیروز گفتم، امروز هم در برنامه‌تون خواهم گفت. و بعدش هم که 4 شب وقت شما تکرار شد فکر کنم دیگه کسی خواب، همه خواب بودن، من که منو در خواب دیده باشن. من در برنامه شما امروز خانم عبدی میخوام یک شکیده از برنامه دیشبمو بگم اگه اجازه داشته باشم. حتما، چرا که نه، راحت باش عزیزم، بفهم. من یه ذره برنامه امروزم برنامه‌مون شوخی هم باید باشه، چون بعضی از وقاحت‌های وایس آف آمریکا و بی بی سی رو فقط با شوخی میشه جواب داد. حتما این کارو. اصلا به خانم عبدی من مژده میدم که آرزوی دیرین روحانیت مبارز ایران برآورده شد و حوزه علمی قم و حوزه علمی نجف اعلام همبستگی کردن. نمیدونم شما ندیدید در وایس آف آمریکا؟ ندیدم، برامون بگین. من براتون توضیح میدم خانم عبدی. خواهش میکنم. حضرت ثقت الاسلام مسعود بهنور از حوزه علمی نجف در برنامه پارازیت حوزه علمی قم در واشنگتن ظاهر شدن و این عروسی رو جشن گرفتن. نمیدونم اون برنامه رو بعد دیدید؟ آره، اون دیدم، اون دیدم. این بله، اون همون همبستگی کهن مذهب تشیع اثنا عشری بود که بالاخره دو پایگاه مهم مذهبی این فرقه مدینی به واقعا با هم متحد شدن و خلاصه عروس زیبایی به نام مسعود بهنور در برنامه آن جوان پارازیتی ظاهر شد. من در برنامه خودم روزه در با هم شوخی هم باید بکنی، چون وقاحت به حدی رسیده که دیگه باید اینطوری صحبت کرد. من به خاطر اینکه شما دوستان آمریکاییمون دیگه رفته بودید در آفتاب سوزان کالیفرنیا داشتید سبزه می‌شدید، یه جمله گفتم میخوام اینم نظر شما چیه. من گفتم قدیما زمان شاه به ما میگفتن اگه میخواین سبزشین برین زیر آفتاب سبزشین دیگه، درسته؟ برونزشین. حالا عوض شده، حالا اگه میخواین سبزشین باید برید وایس آف آمریکا و بی بی سی. و من این مصاحبه رو در فیسبوک دیده بودم خانم عبدی و چند جواب هم بهشون بدم. البته امیدوارم مثل آقای نوریزاده باعث فرار دیگران نشم، ولی خب مثل اینکه آقای بهنور دیگه اصلا تلویزیون ما نمیاد، این خبر به دیگر اندیشان رسیده مثل اینکه. بله خانم عبدی عزیز، من چند تا نکته درباره اون مصاحبه دیدم که برام خیلی جالب بود. اول از همه آن جوان پارازیتی وقتی که سوال‌های نقد، خب به اصطلاح نقد، ببخشید، سوال‌های انتقادی میخواست از آقای مسعود بهنور بکنه، لحن سوالایی که میکرد خیلی طوری بود. به طور مثال اولش خنده های بلشویکی بود، ه ه ه، بعضیا یعنی دیوانگان ه ه ه گفتن که شما از قاجارها دفاع کردید، درسته استاد بزرگ بهنور؟ میدونید منظور من چیه خانم عبدی؟ یعنی یه جوری سوالو میکرد انگار کسانی که این پرسشو مطرح کردن دیوانه هستن. در برنامه خودم به اون جوان پارازیتی گفتم خیر جوان پارازیتی، این که ما میگیم آقای مسعود بهنور در بی بی سی از قاجارها دفاع میکنه از خودمون در نیاوردیم، از چکیده ای از نوشتارهای گوهربار آقای مسعود بهنور بوده در نشریه اعتماد ملی که در جمهوری اسلامی چاپ میشه. خانم عبدی با اجازه آقای کروبی، اعتماد ملی ماره کروبیه دیگه، درست میگم؟ همین، من میدونید که من معمولا چون سبزی فروشی باز نمی کنم این کلم و هویج رو با هم زیاد تشخیص نمیدم. مال کروبیه؟ بله. پس هویجه. آقای مسعود بهنور در نشریه اعتماد ملی که وابسته به جمهوری اسلامی به نظر من اینگونه نوشته:
نوشته خودکامگان تا در تخت جا میگیرند اولین کاری که میکنن پاک کردن نام گذشتگان است. درباره رضا شاه بزرگ میگه با آمدن رضا شاه نه فقط دموکراسی قربانی شد، بلکه شناسنامه معاصر هم به دور انداخته شده و ما شناسنامه داشتیم قبل تا شجره نامه ای چنان نوشته شود که گویی ایران برهوتی بود و هیچ مدیری نداشته تا پهلوی طلوع کرده است. این افسانه به دروغ آمیخته نزدیک 60 سال در کتاب‌های درسی نوشته و در مدارس تازه تأسیس و دانشگاه مدرن به چند نسل خوانده شد. خدا پدرش رو بیامرزه نگفت اینم احمدشاه رو انداخته. بعد آقای مسعود بهنود دقت کنید خانم عبدی، بلکه به چند تا از صحبت‌های آقای بهنود در حوزه علمی وایس آف آمریکا می‌خوام اشاره کنم. بعد میگه نه فقط تکیه دولت و دروازه ها و ارگ تهران خراب شد، بلکه در تاریخ بازنوشته و دستکاری شده بنا به میل رضا شاه و دستگاه بی سوادش سرنوشت و تصویر دو کس هم به تمامی مخدوش گشت. الان دو شهید گمنام تاریخ الان نام میارم که آقای بهنود گفته اینا شهدای گمنام تاریخی رضا شاه بودند. خب دقت کنید. من میگه و تصویر دو کس هم به تمامی مخدوش گشت. فکر میکنید خانم عبدی شما حدس بزنید کیا رو میگه؟ نمیدونم. یکی ناصرالدین شاه بود، من قربون این مظلوم برم، یکی ناصرالدین شاه بود و دیگری نوه‌اش احمد شاه که اولین و آخرین پادشاه دموکرات تاریخ باشد. رضا شاه از این دو سخت میترسید. خب خانم عبدی، حالا من جوابای دیروزم بگم. اول از همه از بینندگان خواهش کردم یه لحظه چشاشونو ببندن، قیافه احمدشاه رو جلو چشون رو تصور کنن، اون بقیم قیافه رضا شاه، ببینیم کی از کی میترسیم. بعد در برنامه خودم فیلمی رو پخش کردم، امیدوارم شاید برنامه رو شما بازپخش کنید، خیلی به نظر باحال بود، تعریف کنم. حتما اینو پخش میشه دوباره. حرمسرای ناصرالدین شاه و 88 زنش، و این فیلم من هر هفته 5 دقیقه‌شو پخش خواهم کرد. آقای مسعود بهنود خانم عبدی در مصاحبهشون با اون جوان پارازیتی در وایس آف آمریکا، جوان پارازیتی گفت میگویند، یعنی نادانان میگویند که بابا شما از قاجارا دفاع کردی، جوابشون رو بده. بهنود هم میدونی چی میگه؟ میگه من هرگز از قاجارا دفاع نکردم، ولی ما خوان کارلوسی داشتیم، یعنی احمدشاه خوان کارلوس بوده که جامعه ما قلدری رو آورد که او را مثلا جلوی دموکراسیشو بگیره. ببینید آقای جوان پارازیتی، خبرنگار خوب که متعهد باشه و مردمی باشه، قبل از اینکه مهمانی رو دعوت کنه تحقیق میکنه. شما اگه یک خبرنگار متعهد بودی، همونطوری که میرفتی با شاهزاده رضا پهلوی مناظره، ببخشید گفتم مناظره، نه محاکمه هم نمیگم، مصاحبه میکردی، همونطوری که با شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه میکردی که خیلی هم خوب و دقیق و انتقادی بود، همون رقم از شما انتظار داشتم که با مسعود بهنود بکنی. اونجا شما از مسعود بهنود پرسیدی احمدشاه خوان کارلوس بود. و خانم عبدی چرا اینا رو میگم؟ اصلا بحث رو بزنیم کنار، صحبت های دیگه مسعود بهنود بود که گفت پدرش توده‌ای بوده و از این مسائل که دیگه واردش نمیشم، ولی نکته‌ای که من در برنامه گفتم این نکته بسیار مهمه خانم عبدی. نکته چیه؟ به نظر من خانم عبدی، جمهوری اسلامی و دم و دستگاهش و وایس آف آمریکا و بی بی سی مکمل هم دیگه هستن. یعنی چی؟ جمهوری اسلامی کارش تخریب قهرمانان و اسطوره‌های تاریخی ایرانه. آرش کمانگی رو برنامه شما بود، منم گفتم بله. شما هم گفتید مجسمه‌اش رو خراب میکنن، آریو ورزن رو مجسمه‌اش رو خراب میکنن، قهرمانان تاریخی بود. از آن سوی مصطفی بادکوبه‌ای در زندان میره، هیلا صدیقی در زندان میره، در داخل ماست قهرمانان امروزمون، درسته؟ بله. در خارج از کشور قهرمانان ما کوروش آریامنش، فریدون فرخزاد کشته میشن. یعنی کار جمهوری اسلامی در این بازی دو نفره اینه که جمهوری اسلامی کارش تخریب. مشکلی که جمهوری اسلامی داره خانم عبدینه که مردم ایران اعتمادشون رو به رسانه‌های پشم و شیشه‌ای جمهوری اسلامی از دست دادن، درسته؟ درست. اگه جمهوری اسلامی بخواد در کنار تخریب قهرمان سازی بکنه، در تخریب موفقه ولی در قهرمان سازی شکست خورده. در اینجاست که
مکمل اون جمهوری اسلامی وایس آف آمریکا و بی بی سی میشه. چیکار میکنن؟ اگه جمهوری اسلامی بانوی محجبه فاتی کماندوی رو میاره یا اون پشمش آقای ریشویی که ریش تا زانوش رسیده رو میشونه، جمهوری اسلامی خبرنگاران ستیقه و بامزه یا دخترانی که خب لباسهای عادی پوشیدن رو میاره. ولی کاری که اونا میکنن اینه که زمانی که جمهوری اسلامی قهرمانان رو میکشه، چه تاریخی چه امروزی، اونها قهرمان سازی میکنن. دقت میکنی؟ من آلترناتیو ارائه میدن. در مصاحبه‌ای که جوان پارازیتی با آقای مسعود بهنود داشت، در اول مصاحبهش او رو به عنوان یکی از بزرگترین روزنامه نگاران تاریخ معاصر معرفی کرد و از او به عنوان اسطوره روزنامه نویسی یاد کرد. هفته قبل شما میگفتید بنی صدر رو دعوت کرده بودن و همین گونه باش بازی میکردن. ببینید خانم عبدی، این نکته که من بارها به بینندگانمون گفتم، این بازی یک تاندنه، به آلمانی میگن تاندن، این دوچرخه‌ای است که دو نفر میشینن. دیدید حالا؟ بله. این بازی همونه. اینها سوار یه دوچرخن. جمهوری اسلامی یه جا کارشو انجام میده، بی بی سی و وایس آف آمریکا. بی بی سی و وایس آف آمریکا داره آلترناتیو ارائه میده، جمهوری اسلامی میکشه. اینجاست که من باز تکرار میکنم خانم عبدی که ما باید مونوپول و محاصره تبلیغاتی وایس آف آمریکا و بی بی سی رو بشکنیم. ببینید وقتی که مصطفی بادکوبی رو زندان میکنن، بی بی سی میاد بهنود رو میاره و در اینجاست که نوریزاده میتونه تک صدایی کنه. در رسانه ما نوریزاده تک صدایی نمیتونه بکنه. میدونی چی میگم؟ بله بله. و متاسفانه خب صدای ما به ایران نمیرسه و این مونوپول تشکیل شده. و جمله آخرم شما، وقت برنامه‌تون هم زیاد گرفتم، نظر شما هم میخوام بدونم. خواهش میکنم. کاری دیگری که اینا میکنن اینه خانم عبدی، که خب مقاومت مردم ایران گاهی شعله‌وره، گاهی آتش زیر خاکستره، درسته؟ بله. زمانی که آتش زیر خاکستره، مسعود بهنوت‌ها و نوریزاده ها میشینن جلوی این آتش زیر خاکستر و نیایش میکنن ای آتش از زیر خاکستر درا که بسوزان این جمهوری اسلامی. خب ولی کار عجیبی که اینا میکنن اینه، وقتی آتش از زیر خاکستر در میاد، نقش آتش نشانی رو بازی میکنن و سعی میکنن با سطل اصلاح طلبی و اسلامگرایی این آتش رو خاموش کنن. این بازی رو 30 ساله اینا دارن انجام میدن و مدتیست متاسفانه با کمک تبلیغات وایس آف آمریکا و بی بی سی موفق بودن. برای همین هم هست که جنبش 2 سال اخیر خاموش شده. امیدوارم پرگویی نکرده باشم. خواهش میکنم. نه عزیزم، داری به روشنی صحبتات میکنی. ببین من شخصا هیچ گونه توقعی از بی بی سی و رادیو فردا و وایس آف آمریکا ندارم. وقتی ما بچه هایی که مبارز بودن رفتن در اونجا و نمیتونن اونجور مبارزه بکنن، تکلیف وایس آف آمریکا با ما معلوم میشه. وقتی ما میبینیم که کسانی در اونجا هستن که در واقع ارتباط دارن با جمهوری اسلامی و از اقوامشون هستن و در سرسره ها و کوریدورهای وایس آف آمریکا هم دارن میرن و حتی به بچه هایی که طرفداران پادشاهی هم هستن چشقره هم میرن و گهگاهی همین آقایی که برنامه پارازیت اجرا میکنه میاد و به اینا بی احترامی هم میکنه، در صورت ما با تکلیف خودمون رو باید بدونیم. من اهمیتی به اینها نمیدم به هیچ عنوان، برای اینکه درست رسانه جمهوری اسلامی اینا رو من خطاب میکنم، جز این نمیتونم چیز دیگه ای رو بگم و به همین دلیلم هم سعی میکنم مثلا کمتر ببینم، همینطوری که رادیو تلویزیون های جمهوری اسلامی رو نمیبینم، مگر مسائلی باشه، چیزی باشه، دوستان کلیپی چیزی به ما بدن. ما باید خسرو جان ببخشید در ادامه صحبت شما بازم تکرار میکنم، شاید منظورمو پیچیده، شاید بر بینندگانتون، نقش اینا مکمله. این مسئله بسیار مهمه. بله. یعنی دلیلی که شکل و شمایل فرق میکنه اینه که در جمهوری اسلامی وظایف به گونه دیگر است، وظیفه وایس آف آمریکا و بی‌بی‌سی چیزی دیگری است. اینا مکمل هم دیگه است. بله، مکمل و بلنگوشون. یعنی قهرمان میسازه. دقیقاً. خسرو جان اینا بلنگوی جمهوری اسلامی هستن عزیز من، ولی به شیوه دیگری، میدونید یعنی محصولشون مکمل هم دیگه است. یکی شیر پاکتی داره، یکی شیشه اون شیر پاکتی رو میسازه. میدونی چی میگم؟ دقیقا. و الا اگر میخواستن در وایس آف آمریکا اجازه میدادن
آقای سور اسرافیل اونجا و آقای دوست عزیزمون که آمدن از جبل سیاوش آذری. آقای آذری و من و شما خانم عبی، مگه ما چه میدونم؟ نه و مهمانهایی که دعوت میکنن از قماش خودشونه، حتی بانوی عزیزی که از تاریخ صحبت میکرده رو به زور بچه ها بود که میرفتن در اونجا صحبت که الان اسمشون یادم نیست که در سان فرانسیسکو جانم مهرام ملکی. مهرام ملکی بله خانم، نمیذاشتن. انقدر ماها تقاضا میکردیم که چرا با این بانوی عزیز مصاحبه نمیکنی تا این رو بیارن و مصاحبه کنم. در هر صورت عزیز من، ما باید که در ضمن کارهایی که داریم میکنیم افشاگری بکنیم و به مردم خودمون، به هموطنان خودمون، همینجوری که شما دارید الان روشن میکنی و موشکافی میکنی، باید بهشون بگیم که اینها از چه قماشی هستن و چی میگن و چی میخوان. تکلیفمونشون با اینها باید مشخص بشه. ولی من بهتون قول میدم روزی که بخواد بعد از جهت دیگه بیاد، تمام اینها رنگ عوض کنن. این رو شما انتظارش رو داشته باش. متاسفانه خانم عبدی، حقیقتی که شما گفتید باش کاملا موافقم. این فقط در جامعه میتونه اتفاق بیفته که این جامعه دچار مونوپول تبلیغاتی و رسانه‌ای باشه. این نکته‌ای که من بارها بهش اشاره میکنم، اگر رسانه ما قوی بشه خانم عبدی، به ایران برسه با سیگنال میرسه، بی بی سی و وایس آف آمریکا مجبور میشن که در رابطه با ما واکنش نشون بدن و کمی رنگ عوض کنن، ما در اونجا هم تاثیرگذار خواهیم بود. صد درصد، این من بهش باور دارم. خسرو جان اگر اجازه بدی یه خط داریم بگیریم ببینیم که نظر بیننده مون. خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید روی خط هستید عزیزم. درود به شما خانم عبدی و درود به خسرو عزیز. خواهش میکنم بفرمایید. خانم عبدی، اولا من به شما بگم من برنامه دیروز شما رو دقیقه به دقیقه شو نگاه کردم. واقعا ممنون که مثل یک سرباز این سنگر رو زنده نگه داشتین. خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که یک خانوم تو مدیریت برنامه های ما هست. اصلا ما رو باید خانوما به پیروزی برسونن. باید خیلی از این بابت خوشحالم. خسرو جون، من شما هم میخواستم یه سلامی باید داشته باشم، سلام جورم درودی باید داشته باشم و بگم که واقعا کار درسته. من حدود 15 سال پیش رفتم ایران بعد از 17 سال که امریکا بودم، نرفته بودم. یه چیزی که مثل من خیلی جالب بود، جوانا لغتنامه شون طوری عوض شده بود که من خیلی واسه سخت بود. مثلا میگفتن تابلو یارو یا مثلا یه سری لغت های استفاده میکردن که خانم عبدی بله ما جنریشن قبلی هستیم نمیدونیم، باید اینا رو درک بکنیم. بعضی موقع این جوانا انقدر از ما فراتر فکر میکنن که ما فکر میکنیم اینا دیوانه شدن، در صورتی که اینجوری نیست. اونا واقعا میدونن قضیه و این مسئله ای که خسرو جان داره به اصطلاح دنبالشو میگیری که وایس آف امریکا و بی بی سی پشت پرده دارن کارا رو میکنن، منم کاملا به این باورم. من که 34 سال در امریکا زندگی کردم و واقعا فکر میکنم دشمن اصلی ما این آخونده نیستن، دشمن اصلی ما اون کسایی هستن که این آخونده رو سپورت میکنن پشت پرده، که دولت انگلیس و بی بی سی و پشت آب امریکا و اینا هستن. و واقعا ما اگه روی موضوع بیشتر تمرکز بکنیم 100% موفق خواهیم شد. با درود، من سپاسگزارم. ما باید همه هم با هم دیگه فریاد بزنیم. من هم از ایشون سپاسگزارم. قربان شما. بله خسرو جان، باید من، شما، این بیننده عزیزی که روی خط آمد و هزاران هزار بیننده که صدای من و تو نازنین رو میشنون، صدای بچه ها رو در این تلویزیون میشنون، باید با همدیگه فریاد بکنیم. یک نفر فایده نداره، همه باید با همدیگه فریاد بزنیم تا ایرانمون رو نجات بدیم. از نظر اطلاعات بگم که امروز فایبر آپتیک ما رو پس میکنن، شایدم، نمیدونم، اطمینان ندارم، شایدم سیاه بچه ها ممکنه یه ساعت مثلا برنامه ها قطع و وصل بشه، امکانش هست یا نه؟ تا اونجا که فایبر آپتیک وصل میشه و قوی تر میشه، ایرانمون هم وصل میشه به زودی
و بعدم من و دارم سعی میکنم به اتفاق دوستان و جناب وطنخواه که صدا رو بتونیم روی تلویزیون روی رادیوی هادبردم ببریم. ما راهمون اونجاست، کارمون با بچه هامون، لشکر ما، سپاه ما بیشتر در ایران هستن و ماهایی که سپاهی که در خارج هست باید افشاگری کنیم. هم بچه‌هایی که از ایران به ما زنگ میزنن، این بیننده عزیز درست میگفتم، خیلی مطلع هستن. بابک وقتی اومد صحبت کرد دیدین که خیلی بهتر از هزاران کس دیگر توضیح داد، موضع رو روشن کرد که ما الان در چه موقعیتی هستیم. حالا باز هم دوستان خواهن اومد، فقط از نظر اطلاعات بگم ما داریم به طرف پیشرفت و به طرف اینکه صدا رو قوی تر کنیم میریم، که عقب نشینی نداریم با این بینندگان خوبی که داریم و تلویزیون خودشون رو انتخاب کردن، همراه ما هستن و این چند روزه واقعا نشون دادن که پشتیبان ما هستن خسرو جان. پس بنابراین ما داریم فشنگ ها رو میذاریم توی تفنگ ها و اسلحه رو ماشه رو به موقعش هر کدوم ما که در این تلویزیون هستیم میکشیم. بانو عبدالگرامی، من دقیقا صحبت شما رو تایید میکنم. من بر این باورم که درون مرز و برون مرز اپوزیسیونش میتونه مکمل همدیگه باشه. 100% برد. همونطور که بی بی سی و وایس آف امریکا مکمل رسانه های لاریجانی و شریعت مداری ها هستن، هر کدوم وظیفه خودشون رو انجام میدن، ما هم همینه. ببینید، من فکر نمیکنم من و شما با تظاهرات بتونیم، نمیدونم، از برون مرز، مثلا شما از لس آنجلس، من از وین، بتونم جمهوری اسلامی رو براندازی کنم. ولی من میتونم مسائلی رو در واقع صحبت کنم که یه جوان ایرانی نمیتونه در داخل ایران بگه. و علاوه بر اون، من یک دید دیگری شاید با کمک آزادی های مطبوعاتی و اینترنتی دارم که میتونم اون رو به صدام به ایران برسونم. و برعکس خانم عبدی، بله، یه نکته که اینجا هست همین شکست محاصره تبلیغاتی و رسانه‌ایه. من ایران رو مثل جزیره میدونم که در این جزیره، در داخل اون جزیره، یه مش آدم خار همه جا رو اشغال کردن و برون از جزیره کشتی های دزدان دریایی این جزیره رو محاصره کردن. دزدای دریایی فکر کنم مثال قشنگه. من یه انگلستان میدازم. خسرو جان، خسرو جان با پوزش اجازه بده خیلی سریع دو تا خط، دو سه تا داریم، با دو تاشو بگیریم. خواهش می‌کنم، چون وقت برنامه منم به پایان رسیده. خب یکیشون که قطع کردم. درود بر شما، بفرمایید روی خط هستید. سلام. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. سلام، درود بر شما، خسته نباشید. مرسی از شما. برنامه‌ای که اون چیزی که من دیدم که در مورد افشاگری صحبت، اینا رو از اولش نبوده. بله. باز بخش برنامه رو ببینیم. خط شما، صدای شما نازنین، هی قطع و وصل میشه. و بله، افشاگری در مورد خیلی مسائل است. همیشه این برنامه های ما این چنین بوده و هست. خواهد موضوعتون، من در راسته های موضوع برنامه تون، بله، یه موضوعی رو میخوام افشا کنم. اگر به من وقت بدید من این موضوع رو افشا میکنم. و عزیزم، من وقتی ندارم. یک دقیقه میتونین؟ اگر تو یک دقیقه هست، نه فردا لطف کنین در برنامه خودم دارم. من تو یک دقیقه بهتون میگم. خواهش من اشکی بودم که تو همین ماجراهای اخیر وارد خیابون شدم با تمام وجود. بله. از به این آباد شدم و تونستم خیلی کارها رو انجام بدم، یه اکیپی تشکیل بدم و بچه های دانشوی که کارپا با من بودیم تونستیم تو خیابون رو خیلی با اون شور شادی که شرفی که داشتیم بخواسته که بخواستیم مبسته کنیم یه پر داره بودم جهت کردیم. ولی خب بعد از یه مدت که دستگیر شدیم و واقعا هم سخت نوران تونستم از ایران فرار کنم. اما اینجا که برای من ساعت پیش اومد بدونی من با این مشقت تونستم وارد ترکیه بشم، ولی دیگه نمیتونم بیام به اونجا سارزومه یعنی آمریکا. ولی خب میبینم که فردی مثل آیه فخرآور به سادگی، آیه امیر فخرآور فرض میکنم به سادگی، فردی که عامل جمهوری اسلامی ایرانه، من اینا با صدای بلند میگم، این تونسته بیاد آمریکا و برنامه اجرا کنه. حتی این برنامه خیلی دستاورد. خب این همون صحبتیه که خسرو هم میکنه که آوردن اینها را در وایس آف امریکا و جای دیگه. ایشون عامل جمهوری اسلامی ایرانه. سپاسگزارم عزیزم، چون وقت ندارم ازت خواهش میکنم
نازنینم میتونین نازنین چون وقت برنامه هم تموم شده، چراغم روشنه، ازتون خواهش میکنم در ساعتهای دیگه، در برنامه های دیگه یا فردا ساعت 11 بازم در برنامه من باشیم. من اگه این فکر نکنم مثلا نمیشه، چون واقعا همین هدف هم رو زنی داد با این سختی که وجود داره. مرسی، میدونم چون اصلاحات زندان ایران رو دابی که زندان بودن خارج میکرد، حتی عوض میخوام که اینو میگم، ولی خواهش میکنم عزیزم یک کاری بکنین، شماره تلفنتون رو اونور خط بدین، من بعدم باهاتون صحبت کنم ببینم از کجا زنگ میزنی که بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم. سپاسگزارم ازتون. من میذارم، من خواهش میکنم. خب خسرو جان صدای بچه‌ها هست، فکر میکنم ایشون از ترکیه بودن، فکر میکنم. در هر صورت امیدوارم که بتونیم خطا گفته بودین، من قطع میکردم حرفامو، من نمیدونستم تلفن است، ببخشید. خواهش میکنم نازنین، من وقت برنامه‌ام به پایان رسیده، اخطارم بهم دادن، اخطار سومو تا نگرفتم، با اجازت با همدیگه یه بدرود بگیم به بینندگان عزیزمون و پدر تاجدارمون فرمودن همه به ایران بیاندیشیم، اجازه ندیم ایران ایرانستان بشه. تا روز دیگه، برنامه دیگه که در خدمتتون باشیم، به همه شماها نازنینا بدرود میگم. خسرو جان سپاسگزارم، منتظر برنامه فرداتم هستم.